دوستان عزیز سلام، حالتون چطوره؟ بچه ها امروز اومدم که هم یه تستی بگیرم از این گوپروه، همین که ببینم صدا اینا چطوری میره و اینا، همین که راجب قیمت چطوری؟ راجب قیمت خونه ها و اینا توی آمریکا بهتون توضیح بدم که خیلیاتون پرسیده بودیم. اولم که این سوال غلطه. وقتی میپرسین که قیمت خونه تو آمریکا چقدره، این میمونه که بپرسین قیمت خونه تو ایران چقدره. دقیقاً همین سوال همون اونجا هم جواب میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جون شما مثلا توی یه خونه 100 متری توی مثلا یه جای متوسط توی بندر عباس با یه خونه 100 متری تو فرشته تهران با یه خونه 100 متری مثلا توی مثلا یه جای خیلی داغون مثلا چه میدونم یه جای داغون ساری فرق میکنه با هم سیستمش، خب قیمتاش فرق میکنه یقینا. اینم اینجا هم همینه دقیقاً. شما باید هر ایالت آمریکا رو یک کشور مجزا اصلا در نظر بگیری. یعنی چی؟ یعنی هر کشور اصلا هر ایالت انگار یه قانون خودشو داره، هم از طریق حمله اصلا، هم از طریق ماریجوانا، هم از طریق الکل، همه چیشون اصلا با هم فرق داره. یعنی واقعا هر ایالت آمریکا یه کشور واسه خودش، معماریاشون با هم فرق داره. حالا که دارم اینطوری میگیرم معماریاشون با هم فرق داره. مثلا معماری همچین ساختمونایی شما مثلا ممکنه تو کالیفرنیا نبینی، یا ممکنه معماری یه سری خونه‌های کالیفرنیا رو تو اینجا نبینی. یا مثلا من اینجا خیلی سوال واسم خیلی جاهاشون خیلی مغازه‌ها یا خیلی مثلا خیلی چیزای تگزاس توری و اینا توی وسط شهر دیگه اون حالت وسترنی رو نداره و من و حالت معماریشون رو تغییر دادن و همشون شبیه همن، در صورتی که مثلا من خودم خیلی فکر میکردم که متفاوت تر باشه. ولی خب همه چی مثلا ورودیه چه میدونم سفره خونه با سوپرمارکت و اینا تقریبا توی شیپه. خب خدمت شما عرض کنم که پس اون سوال غلطه. من فقط میتونم یه سری تحقیقاتی که کردم یه چندین ایالت ها و شهرهای مختلف و چند تا ایالت و شهر مختلف که زندگی کردم قیمت اونا رو بهتون بگم چه جوری و از این صحبت. اولا که ما اینجاها آپارتمانیه، خونه بیشتر واسه فروش نیست. این خونه ها چه؟ اون طرف خونه نشینن. بیا اصلا بریم این ور. حالا که من دارم خونه رو بهتون نشون بدم، خونه های اینجوری بچه مثلا 3-4 خوابه دیگه مینیمومشه، 3-4 خوابه دو سه دستشویی، گاراژ و پارکینگ و این داستانا دیگه، همه چی تجهیزات و این بنده واسه دیگه تجهیزات اینا با خودتونه دیگه، از یخچال بگیر تا همه چی دیگه با خودتونه. آپارتمان خوبیش اینه که تو لامپت هم بزوزه زنگ میزنی میان عوض میکنن، ولی از اول با خودت شروع میشه تا آخر که با خودت تموم بشه. خونه ها رو میبینین دیگه، خونه ها رو میبینین. حالا من زیاد نمیتونم وایسم اینجا خونه های مردم نشون بدم، کار درست نیست. بعضی هم در پارکینگشون بازه، چه پارکینگ آبجو میخورن، تیوی میبینن، کار روزمرهشون انجام میدن و اینا. دوستان خونه هایی که الان اینجا الان دارین میبینین تونم بگم 300-400 هزار دلار قیمتش اینجا، چون اینجا محله خیلی گرونیه. اینجا محله خیلی گرونیه، بیشتر آپارتمانیه، نزدیک فرودگاه، بیشتر خلبانا و مهماندارا و اینا این دور بر زندگی میکنن و جای بسیار مرغوب و مطلوبیه واسه زندگی آروم. داک پارک زیاد داره، پارک زیاد داره کلا و هزار تا چیز دیگه. خیسه نمیتونی بریم اونجا پابلیک. خدمت شما عرض کنم که این خونه ها که دوپلکس هم هست اینا یک 4-5 خوابه است و از این حرفا میتونه 400 اینا از 300 تا 500 هزار دلار قیمتش باشه. حالا همچی خونه ای اگر من تو خب از سن حوزه کالیفرنیا که توش زندگی میکردم میخوام اونجا رو براتون مثال بزنم. اونجا بهش میگن سیلیکون ولی، یعنی مثلا شهر مروارید، مثلا مروارید توری بهش میگن. مروارید منظورم همون سیلیکون. اصلا یه داستانی داره که حالا یه ویدیو واسش میذارم راجع به سن حوزه بی ایریا. اونجا خب منطقه طلاییه برای کسایی که شرکت‌های کامپیوتری کار میکنن یا رشتهشون کامپیوتر و ایناست. فیسبوک، گوگل، نمیدونم اپل، همه هدکوارترهاشون اونجا بوده یا هدکوارترشون اونجا هست. یا اینکه خیلی از شرکت‌های خفن مثل تویر، پیپل، فلان اینا اونجا خودشون رو اصلا پیدا کردن، اونجا به وجود به ثبت رسیدن به عبارتی. اونجا مثلا قیمت این خونه هست 1.5 میلیون دلار. توی همچین منطقه مثل این منطقه، آره دیگه، توی همون منطقه خفنش همچین خونه 1.5 تا 2.5 میلیون دلار راحت. نه بیشتر از ایناست. هست قیمتش هست راحت مثلا بگم همچین خونه که گفتم اینجا 500 هزار دلار، اونجا 6 برابر قیمتش، 5 برابر قیمتش. حالا دستمزد چطور؟ آیا 6 برابر اونجا دستمزدش هست؟
نه واقعا توی جابای کامپیوتری میگفتن که خب خیلی بیشتر شما اونجا اپورتونیتی داری. الان تکساس به نظر من خیلی داره باز میشه، خیلی داره گسترده میشه، توی تمام زمین ها هایرین دارن و یه مقدار زندگی اینجا آسونتر شده برای کسایی مخصوصا مثل ماها که شغل چه میدونم آشپزی داریم، مهمانداری داریم، نمیدونم تو ریتیل حتی میخوایم تو مغازه کار کنیم و این داستانا. خب ما میتونیم اینجا زندگی کنیم ولی اونجا نمیتونیم زندگی کنیم. اونجا خونه خریدن، اینجا میتونی تو تصورش رو داشته باشی که تو چندین سال دیگه شاید 400 500 هزار دلار بتونی این خونه رو بخری. البته قیمت میره بالاتر، نه هجوم خیلی افتضاح ولی میره بالاتر. میتونی تصورت باشه که 400 500 مثلا یه خونه 400 500 هزار دلاری بخری، ولی اونجا بعد 400 500 هزار دلار رو بذاری پیش خرید خونه، داون پیمنت بدی که بری مثلا همین خونه رو 2-3 میلیون دلار بخری. خب نمیشه دیگه. و خب میگم چقدر ماشین خوشگل و خوش رنگیه، عجب رنگ زیباییه. واسه همین بچه ها یه مقدار لایف کوالیتی اونجا اومده پایین تر و میگم فقط باید شغلت کامپیوتر، اصلا هست کامپیوتر هم نباشه، شغلت باید بالای 150,000 دلار در سال در بیاری که بتونی یواش یواش سیف کنی تا 10 سال دیگه شاید بتونی یه خونه قسطی همین بخور نمیری بخری، وگرنه واقعا نمیشه. حالا اینجا خونه هاش گرونه 400-500,000 دلار، مثلا 600,000 دلار. شما البته شاید بیشتر از اینم باشه این خونه، من باید یک نگاه بندازم، ولی شما مثلا میتونی همچین خونه ای رو توی باز مناطق خوب با. نه مثل اینجا خفن ولی خوب. خب میشه را بیای؟ نوب دارم ولاگ میگیرم. همینطور میکشه وای میسه، میکشه وای میسه. سلام. توی مناطق خوب، نه تو مناطق خوب خیلی خفن مثل اینجا، توی مناطق خوب میتونی همچین خونه ای رو شما با 300,000 دلار بخری، 200,000 دلار بخری. این مثلا میتونیم یه چند جای گرونتر از اینجا هم هست توی دالاس فورت ورث، این همین مثلا جای گرونتر از اینجا بشه قیمتش میشه 1.5 میلیون دلار. خلاصه این که خیلی این سال گسترده است، کدوم خیابون، کدوم شهر، کدوم قسمت، چند متر خونه باشه، چند خوابه باشه، چه تکنولوژی توش باشه، اینا اینطوری باید سوال پرسید. مثلا من باید بپرسید آقا به نظرت مثلا خونه 3-4 خوابه توی فلان شهر تو فلان ایالت چقدر میتونه، بین چقدر تا چقدره، کیفیت مثلا متوسط توی محله مثلا فلان جا من میتونم بهتون یه رنج بدم. ولی اینطوری اون سوالی که داره میپرسی خیلی خیلی گسترده است، هر شهر، هر ایالت و هر جایی قیمت‌های متفاوت خودشو داره. مثلا اگه به مدرسه نزدیکتر باشه مدرسه‌های خوب خیلی گرون‌تر میشه، اگه به پارک نزدیک باشه گرون میشه، به داک پارک نزدیک باشه گرون میشه. اینجا مثلا همه خیلی سگ دارن، همون کسی که سگ دارن میان اینجا زندگی میکنن دیگه. خدمت شما عرض کنم که مثلا دوروبرش مرکز خرید باشه گرون‌تر میشه، نمیدونم دوروبرش اگر ایسکای چه میدونم اگر ریل قطار باشه شاید ارزون‌تر بشه. میدونی همه این پوینت ها باعث هست که خونه قیمتش بره بالاتر بیاد پایین‌تر یا هر چیز دیگه. خب امیدوارم که از این ولاگ لذت کافی رو برده بوده داشته باشید. به قول پوتک این بیشتر یه تست بود، تست صدا، تست تصویر و جواب یه سوالی که عمدتاً هم من میپرسید. برو ببینیم چه جوریه، به من تو کامنت ها بگید اگر صدا اذیتتون میکنه، اگر لرزش دوربین اذیتتون میکنه بگین، چون من این یه مقدار با این دوربین گوپرو ماکس میخوام بیشتر کار بکنم. ببینیم اگر خوبه و لذت بخشه و محیط خوب براتون میگیره بیشتر با هم کار بکنیم باش. اوکی بچه ها، درتونم، خدا خدافظی.